در بیمارستانی در مرکز لندن کسانی پذیرفته می شوند که سالانه 700 هزار نفر از آنها در اروپا به بیماری آنها مبتلا می شوند. بیماری که غالبا مایه شرمساری هم هست. واقعا بیماری آزاردهنده است. مردم باید این را درک کنند، نه این که فکر کنند دائم باید استحمام کنند، چون فراتر از این هاست. در بیماری کرون شما دچار ورم مفاصل می شوید. دستانم کاملا فلج شده بود. کمر و چشمانم را نیز تحت تاثیر قرار داده بود. این بیماری سیستم ایمنی بدن را مختل می کند و شخص ممکن است به هر بیماری مبتلا شود. و البته تنها او نیست. من درد معده شدیدی داشتم. اسهال شدید همراه با خونریزی. واضح بود که مشکل جدی است. نهایتاً من را عمل کردند. آنها فکر می‌کردند روده من شکاف برداشته. برای همین من را عمل کردند و سپس من را به حال خودم رها کردند. اما درد من بیشتر و بیشتر شد. 2 تا 3 سال طول کشید تا متوجه شدند که من به بیماری کرون مبتلا هستم. زیرا آنها آزمایشات زیادی انجام دادند. بیماری کرون معمولاً با اشعه ایکس، آندوسکوپی و یا کولونوسکوپی تشخیص داده می‌شود. اما در این بیمارستان محققان برنامه تحقیقاتی اروپا در حال آزمایش روش‌های جدید تشخیص این بیماری هستند. در حال حاضر رادیولوژیست‌ها در حال آزمایش رزونانس مغناطیسی هستند تا علائم ورم روده که از اولین نشانه‌های این بیماری هست را بیابند. استوارت تیلر، رادیولوژیست دانشکده پزشکی لندن می‌گوید اگر به این نمونه نگاه کنید، می توانید یک حلقه غیر طبیعی را در روده کوچک ببینید. این شخص به بیماری کرون مبتلا است. اگر نگاه کنید، می بینید که این حلقه متورم‌تر از روده کوچک طبیعی است. بیماران معتقدند که این روش آزمایش بسیار مطمئن نیست، چون تشعشع نداشته و در دراز مدت مشکلی برای بیمار ایجاد نمی کند. تصاویر رزونانس های مغناطیسی به خوبی می توانند روند فیزیولوژیکی در بدن بیمار را پیش بینی کنند. ما اکنون در شرایطی هستیم که می توانیم به تشخیص این بیماری به وسیله رادیولوژی اطمینان پیدا کنیم. ما می توانیم بگوییم که آیا بیمار مبتلا به کرون، تنگی روده، فیبروز و یا التهاب شده. اگر ما بتوانیم آنالیز از طریق رایانه را نیمه اوتوماتیک کرده و از تمام الگوریتم های علمی استفاده کنیم، شانس بیشتری خواهیم داشت تا بتوانیم اندازه‌گیری های ما را دقیق تر کنیم. محققان امیدوارند که فناوری جدید تصویربرداری دقیق تر و واضح تر از گذشته بوده و به بیماران کمک کند تا بهتر از تحول بیماری خود آگاه شوند. تحقیق در این زمینه بسیار مهم است. ما باید دلیل این بیماری و احتمالاً راه علاج آن را پیدا کنیم. دردآور است وقتی می‌بینیم که به خصوص جوانانی هم به آن مبتلا هستند. فرانس ووس، فیزیکدان، می‌گوید ما اکنون در حال انجام تحقیقات اساسی هستیم تا ارزیابی دقیقی از وضعیت بیمار داشته باشیم. من فکر می‌کنم که ممکن است بتوان از این فناوری تا 4 سال دیگر استفاده کرد. محققان امیدوارند که این تصاویر کامپیوتری به زودی بتوانند در تشخیص بیماری‌های دیگر مربوط به تورم روده همانند کلیت زخمی کمک کنند.